در حالی که مردم ایران با فقر، گرانی، بیکاری و بیماری های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند، کنند، خامنه ای تنها راه حل خود برای حفظ قدرت را در اعدام و سرکوب بیشتر می بیند. به گزارش عفو بینون ملل، در سال 2023 بیش از 500 نفر در ایران اعدام شدند. این آمار شامل 83 زن، 12 کودک زیر سن 18 سال نیز می شود. جرامه بسیاری از این افراد، مانده آشاق مواد مخدر غیر سیاسی بوده است. شورای ملی مقاومت ایران به عنوان اپوزیسیون فعال رژیم ولایت فقیه آمار اعدام در سال 2023 را حداقل 860 نفر اعلام کرد ولی وقیه حاکم بر ایران هیچ پاسخ و راه حلی جز مرگ و سرکوب و نابودی برای مشکلات مردم ایران ندارد دیکتاتور دینی کماکان در حزب فرزندان ایران میتازد و برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از قیام مردم از ارتکاب هیچ جنایتی فروگذار نمی کند. خامنه ای علاوه بر حذف غیر مستقیم مردم ایران به وسیله حوادث و بلایای ناشی از ویرانگری مثل تصادفات جاده‌ای، آلودگی هوا و زیست محیطی، گسترش انواع بیماری ها و اینطور اتفاقات با دو جنایت سیستماتیک تحت آزار و اذیت ها و اعدام به طور مستقیم در حال از انسان هاست او مصمم است برای هر روز بقای خود هر چقدر که نیاز باشد از جوانان ایران زمین را حذف کند قوه قضاییه رژیم ایران در صدور احکام اعدام نقش کلیدی دارد این قوه که تحت کنترل خامنی دیکتاتور است به طور مرتب احکام را برای جرایم مختلف حتی جرایم غیر سیاسی صادر می کند قد آمار وحشتناک بود که رسانه های خارج از ایران حقوق بشری ها به مردم ایران تسلیت باد گفتند سازمان های عفه بین المللی و حقوق بشری بارها از ایران خواستند که ایدام را لغو کند. اتحادیه اروپا هم تحریم های را علیه مقامات ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر از جمله ایدام اعمال کردند. مهمتر اینکه که رژیم ایران به خاطر نقض سیستماتیک حقوق بشر تا کلون هفتاد بار توسط مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شده. در کانون این محکومیت استفاده از اعدامهای خودسرانه و فراغذایی برای سرکوب مخالفان است. اما با این وجود اعدام های اخیر اوج بیشتری گرفته و جلادان خامنه ای فقط در فاصله سه روز از 8 تا 11 بهمن 17 زندانی را اعدام کردند. در ماه ژانویه هم 83 زندانی را هم اعدام کردند. البته این تعداد عدد و رقم ثبت و منتشر شده است که از لابله اخبار و رسانه های سانسور شده رژیم جمهوری اسلامی بیرون می آید. مردم ایران به ناچار پس از اخبار اعدام در گوشه و کنار ایران دست به عملیاتهایی میزنند مثل تخریب پایگاه سپاه در مرکز شهر و در کنار هزاران واحد مسکونی که پس از اعدام یکی از زندانیان بیگناه به دست مردم اتفاق افتاد این هم از افشای فساد مالی دوز و کارتل اقتصادی علی خامنه ای به اطلاعاتی اختصاصی از دو دلال نفتی کارتل های اقتصادی وابسته به علی ای دست پیدا کرده ایم که نشان می دهد دلالان نفتی ستاد اجرایی فرمان امام با همدستی بانک پاسارگاد میلیون ها دلار از نفت ایران را فروخته و پول آن را تصاحب کردند. طبق اطلاعات دریافتی ستاد اجرایی فرمان امام در زمانی که محمد مخبر معاون اول دولت رئیسی ریاست آن را بر داشت با همکاری چند دلال نفتی و بانک پاسارگاد و شورای عالی امنیت ملی به فروش غیرقانونی نفت و دور زدن تحریم ها اقدام می کرد. این اطلاعات نشان می دهد شبکی به نام کمیته پوششی در شورای عالی امنیت ملی با اختیار تام تحت عنوان دور زدن تحریم ها برای واسطه ها کدهای اعتباری کلان صادر کرده. این کمیته همچنان فعال است و یحیا علوی دبیر این کمیته پوششی محمدی میر محمدی معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر احمدیان دبیر این شورا اعضای اصلی آن هستند در حال حاضر علی اکبر احمدیان در این کمیته جانشین علی شمخانی است در سال 98 علوی و میر محمدی از بانک پاسارگاد خواستند که برای یک دلال نفتی به نام ادمان نفری 500 میلیون دلار ضمانتنامه بانکی صادر کند تا نفتی را که در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام بود در بازار غیرقانونی بفروشد طبق فرایند رسمی بانک زامن باید پول حاصل از فروش نفت را به شرکت بازرگانی نفت نیکو بازگرداند تا بعدا به دست ستاد اجرایی فرمان امام برسد با این حال وقتی دلال فروش نفت برای ستاد اجرایی نفت را فروخت پول آن را به کشور بر نگرداند پاییز سال 1400 وزارت خارجه آمریکا شبکه ای از قاچاقچیان نفتی را تحریم کرد که نام ادمان نفریه که به تأمین مالی سپاه و لبنانی ها کمک می هم در این فهرست بود بر اساس اطلاعاتی که گروه هکری بکدور در اختیار خبرگزاری ها قرار داده نفریه 43 ساله و متولد تهران است و در حال حاضر در ساختمان رویال رزیدنس در فرمانیه تهران اقامت دارد. نام واقعی او آرمان است، اما او در سال 86 نامش را به ادمان و بعدا به آدریان تغییر داد و در بهمن 1401 نیز نام فامیلی خود را به توران تغییر داد. ادمان نفریه از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های فعال در حوزه انرژی در تهران و دوبی مشغول فروش نفت قاچاق و تجارت غیر است. نفریه رئیس هیئت مدیره شرکت پالایش و توسعه انرژی گیلا و مبین شیمی اسپادان، رئیس هیئت مدیره شرکت پتروپرگارس، مدیرعامل شرکت انرژی کالای خاورمیانه نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی صنعت غیر هرمزگان و بازرس اصلی شرکت گیلاتار کارون بوده است. علی بابندریان 49 ساله و متولد تهران هم دیگر دلال نفت این شبکه است. باندریان به شبکه از شرکت های ثبت شده در ایران و جنوب شرق آسیا نفت و محصولات پتروشیمی را در بازار سیاه می فروشد. بانک پاسارگاد هم در بررسی فعالیت های کمیته پوششی مشخص شده که اتمان نفریه 300 میلیون دلار از نفتی را که فروخته پس نداده در این میان درباره شرکای او در این فساد مالی تردیدهای فراوانی وجود دارد بانک پاسارگاد که به گفته خبرگزاری فارس متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است در این فرایند زامن اتمان نفریه بوده آذر ماه گذشته ستاد اجرایی فرمان امام گفته بود که هیچ سهمی در بانک پاسارگاد ندارد اما سجاد مخبر فرزند علی مخبر در هیئت مدیری ده شرکت سرمایه گذاری عضویت دارد که چهار مورد آنها متعلق به بانک پاسارگاد است شرکت هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد نسیم سلامت خاتم پارس فارند پاسارگاد گروه سرمایه گذاری و مدیر مالی میلادشهر توسعه گردشگری آتیه خاوران نسیم سلامت قزوین سلامت الکترونیک نسیم وابسپالی شهر و موسسه غیردولتی خیریه حسن شرکت شرکتهایی هستند که پسر مخبر در هیئت مدیره آنها عضو است دو سال پیش فاش شد که از پانزده شرکتی که بانک پاسارگاد وام کلان گرفته دوازده شرکت متعلق به خود این بانک است از مجموع 153 هزار میلیارد تومان بدهی این 15 145 هزار میلیارد تومان معادل 94 درصد تسهیلات پرداخت شده را شرکت های متعلق به بانک پارسیان دریافت کرده بودند. مجید قاسمی رئیس بانک پاسارگاد که از مهره های مورد اعتماد جمهوری اسلامی برای پولشویی است از زمان دولت میرحسین موسوی در صنعت بانکداری ایران فعالیت می کرده است. او یک بار به اتهام اخلال در نظم اقتصادی با فساد دوازده هزار میلیارد تومانی دادگاهی شده بود اما در نهایت به سمت خود در بانک پاسارگاد بازگشت.